با سلام خدمت زبان آموزای عزیز، تو این جلسه میخوام گراماتیک قسمت بخش دوم از درس سه کتاب رو شروع کنیم. در موقع میخوایم از یکی از چون همونطور که میدونیم پرپوزیسیون سو تو آلمانی خیلی خیلی استفاده زیاده، اینجا میخوام یکی از موارد استفاده که برای بیان هدفه که چگی میتونیم استفاده کنیم. برای مثال اینجا نگاه کنید، گفته چی؟ سو دروکت اینن سویکت آسن، در واقع بیان کننده یه هدفه، زویک. و حواستون باید باشه که سو از اون پرپوزیسیونایز هستش که ما همیشه بعدش ما داتیو میخوایم. الان نگاه کنید، بعد سوالایی که مثلا از بوتسو، معنا بوتسو وقتی سوال پرسیده میشه یعنی به چه منظور، به چه هدف، در واقع به این معنی هست. و در جواب مثلا اینجا داریم چی؟ سومش پاس، برای خوشگذروندن. سومزورفن، برای در واقع سرچ کردن، برای چرخیدن اینترنت. زورفن سورزیشر هایت، برای امنیت. ببینید اشپس و زورفن چون به هر حال درو داس هستن، همشون در واقع به صورت سوم، چون داتیوشون به سوم تبدیل سودم در واقع هستش که میشه سوم، و زیشر هایت چون دی هست سور میشه سودر. زیشر هایت که به صورت خیلی افکورسونگ خلاصه میتونیم بگیم سور زیشر هایت. چند تا مثال نگاه کنید، اینجا گفته چی؟ بوتسو به نوتسن زی ایر هندی، میگه شما از موبایلتون برای چه استفاده میکنید؟ سوم شاتن، برای چت کردن. بوتسو به نوتسن زی ایر بریله، شما از عینکتون برای چه استفاده میکنید؟ به چه منظوری استفاده میکنید؟ سوم لزن، برای مطالعه کردن. بوتسو بنوسن زی این پاس، شما از پاسپورتتون برای چه استفاده میکنید؟ به چه منظور؟ سوم رایزن، برای سفر کردن. ببینید بعضی از حتی همه فعلا رو شاید نشه این کار باشه، اما اکثر فعلا زبان آلمانی رو میشه مثلا نگاه کنید، مثل فعل لزن، لزن دست، لزن لزن یعنی مطالعه کردن، لزن میشه مطالعه. لبن یعنی زندگی، دست لبن زندگی، و لبن زندگی کردن، اسن غذا خوردن، و داس اسن به معنی غذا. پس اینجوری میتونیم از ورب ما فعل درست کنیم. البته ما همه فعلا شاید نشه این کارو باهاش انجام داد، اما نگاه کنید میت نمن وربمون هست، با خود برداشتن. داس میت نمن استرس درست کردیم، و به همین ترتیب چاتن داس چاتن، و مثال دیگه هم توی قبل عرض کردم، لبن داس لبن، لزن دست لزن، اسن دست اسن. خب این در واقع این بحث از گرامر خیلی پیچیده نبود، ولی خواهش می‌کنم حتما تمرینش رو انجام بدید. تو ویدیوی بعد ما در مورد پرپوزیسیون‌های وگن و تروتس با هم صحبت می‌کنیم. ممنونم.